حدود 400 هزار دستگاه خودرو که به استانهای شمالی از جمله مازندران ایلان سفر کردن هنوز بازگشتشون رو آغاز نکردن. لذا ما توصیه میکنیم به عزیزان بازگشت سفر را موکول به روزهای پایانی تعطیل نکنن، به دلیل اینکه در پنجشنبه و جمعه قطعا ما با ترافیک سنگین روبرو خواهیم شد. توصیه پلیس به مسافرین عزیز اینه که از همین امروز مدیریت سفر کنن، سفرشون رو توزیع کنن، شروع به بازگشت کنن و برای بازگشت 2 تا 3 برابر زمان عادی وقت در نظر بگیرن، عجله و شتاب نکنن، طوری برنامه ریزی کنن که روز 13 به در از شهر و دیار خودشون به دامن طبیعت بروند. تخلفات حادثه ساز از جمله سرعت و سبقت غیر مجاز و انحراف به چپ که خط قرمزهای پلیس است، بیش از 27 هزار دستگاه خودرو به علت ارتکاب تخلفات حادثه ساز رانندگی توقیف شدند که تا پایان تعطیلات رفع توقیف نخواهند شد. لذا ابلاغ شده به همه همکاران در پلیس راه و استانهای سراسر کشور که با تخلفات حادثه ساز بدون اقماز به دلیل اینکه جان و سلامت مردم در میان است برخورد کنند. جناب سرنگ، محدودیتی هم وجود داره؟ ما محدودیت پیش بینی کردیم برای محورهای حراز، آزادراه تهران شمال و چالوس، یعنی از ساعت 11 یک طرفه بشن. ولی با توجه به افزایش تقاضای سفر در چند روز اخیر، جنوب به شمال هم ترافیک پرحجم بود، به این خاطر محدودیت اجرا نشد. ولی از امروز یا روزهای آینده که تا روز 15 پیش بینی شده، در صورتی که ترافیک شمال به جنوب سنگین بشه، حتما این محدودیت جهت تسهیل عبور و مرور اجرا خواهد.